نادر اگه که علاقه من به فوتبال هستی و تیم ملی ایران واقعا جاتون خالیه اینجا در بندر زیبای کازان پشت سر من استادیوم کازن آرنا جایی که مسابقه تاریخی ایران و اسپانیا برای اولین بار در تاریخ این دو تا تیم با هم دیگه بازی میکنن و خب شرایط فوق العاده شده بعد از برد ایران در بازی اول جلوی مراکش و مساوی تیم های اسپانیا و پرتغال و نتیجه ای که امروز پرتغال گرفت جلوی مراکش تونست این تیم رو شکست بده مراکش اولین تیمی شد که به خونه میره و خب ایران با 3 امتیازی گرفته دست بالاتر داره تا الان تو جدول اسپانیا براش این مسابقه حکم یک فینال رو داره اگر که اینجا اسپانیا امشب نتونه نتیجه بگیره میشه گفتش که در اندازه یک فاجعه ملیه حتی ایران با یه برد میتونه کار رو تموم بکنه و حضور خودش رو برای اولین بار در تاریخ در مرحله دوم حتمی بکنه من در مورد روش‌های بازی با اسپانیا با مهدی مهدوی‌کیا اسطوره فوتبال ایران که همچنان اگه که مسعود شجاعی امشب بره تو زمین شاید که به رکوردش نزدیک بشه همچنان رکورددار بازی برای تیم ملی ایران در مسابقات جام جهانی صحبت کردم و ازش پرسیدم که ایران چطوری میتونه اسپانیا رو به درد سر بندازه اسپانیا رو بخوام ریز بشیم که این تیم چجوری فوتبال بازی میکنه شاید این یک اقتباسی داره از فوتبال بارسلونا پرسینگ خیلی شدید میکنن موقعی که تو با دست میدن بلافاصله تو زمین ما اگر قطعا تو زمین خودمونم از اسپانیا توپ ببریم اینا بلافاصله میخوان که توپ از ما بگیرن و همونجا پرس خیلی شدید میکنن حالا باید ببینیم آقای کیروش چه استراتژی داره برای ضد حملات این طبیعی است که تیم ما عقب میاد این فشار دقایق اول رو بگیره و کم کم مسلط بشه بر بازی چیزی که بازی با مراکش هم دیدیم اتفاق افتاد ولی خب تفاوت فوتبال مراکش و اسپانیا خیلی میتونیم بگیم که فاحشه و تجربه‌ای که این بازیکنان دارن هم نظر تکنیکی هم نظر تاکتیکی خیلی سخته اینکه ما حالا داریم دفاع میکنیم توپو که میبریم حالا چه برنامه‌ای داریم که ما از کجا باید ضربه بزنیم به این تیم شاید فوتبال اسپانیا و بارسلون ما خب سالها داریم نگاه میکنیم دفاع چپ اسپانیا خیلی نفوذ میکنه این مدام تو زمین حریفه شاید ما توپ ببریم فضای پشت اون رو بتونیم با بودن علیرضا جهانبخش با سرعتش تو سمت راست بتونیم از اونجا بهشون ضربه بزنیم حالا باید دید آقای کیروش چه نقشه‌ای برای این بازی داره با توجه به برد ایران تو بازی اول جلوی مراکش در صورت ایران اگه که مسابقه امروز هم به بازه در روز آخر بازی ها همچنان شانس داره با پرتغال بازی میکنه یه بار با پرتغال خودت بازی کردی در مورد اون بازی هم یه مقدار برامون بگو خب ببینید شما وقتی که 3 امتیاز داری تا روز آخر امیدواری این وقت تو مرحله گروهی به این صورت که شما وقتی 3 امتیاز داری تا روز آخر این امیدواری در تیم باقی بمونه و ما خیلی خوششانسیم که الان این تیم اون شانس داره حتی اگر خدا نکرده امروز هم بازی رو ببازیم ما باز بازی با پرتغال این شانس داریم که حتی برد پرتغال حتی مساوی بعد ببینیم چه نتیجه‌ای برای پرتغال و مراکش به وجود میاد صعود کنیم از گروهمون تیم خوبیه خب میتونیم که بگیم یکی از شاخص‌ترین فوتبالیست‌های دنیا در این تیم داره بازی میکنه ولی ما جام زمین 2006 با این تیم بازی کردیم در حالی که فیگو هم داشتن دکا هم داشتن خیلی تیمشون شاید پرمهره‌تر و پرستاره‌تر از این تیم پرتغال بود ولی خب اینا به تازگی قهرمان اروپا شدن با یک بگم اعتماد به نفس خوبی وارد مسابقات شدن و اینی که باز ما از پیش بازنده نیستیم اون بازی رو اگر آقای کیروش این تیمو میشناسه خود سالها در جا مربیگری کرده و شاید این یه حس باشه برای تیم ما شناخت از این تیم و قطعا همه چیز به روز آخر کشیده میشه و از پیش کسی بازنده نیست من فکر میکنم که ما جام جهانی 2006 هم شاید خیلی با بدشانسی به پرتغال باختیم با اون شوتی که دکو زد که من فکر می‌کنم هر 10 سال یه بار اتفاق می‌افته که توپ به اون صورت وارد دروازه بشه و پنالتی که به نظر من پنالتی نبود همه چیز به نظر من باز است اینکه ما شاید بتونیم حالا حتی با برد پرتغال هم فکر کنیم بعد ببینیم امروز روز دوم چه اتفاقاتی می‌افته دیگه مهدوی کیا بود پوریا مراکش بخت زیادی نداشت در این بازی ها هم در بازی اول مقابل ایران و هم در بازی دوم چند ساعت پیش مقابل پرتغال که در نیمه دوم به خصوص بسیار خوب بازی کرد فرصت های زیادی داشت اما یک هیچ شکست خورد و عملا با جام جهانی روسیه خداحافظی میکنه پیامت های این بازی چه هست در گروه ایران؟ نادر واقعا به نکته جالبی اشاره کردی بکنم مراکش بدشانس‌ترین تیم جام بود حداقل حقش بود که تو این دوتا بازی جلوی ایران و
پرتغال بتونه یه گلی بزنه، به خصوص تو بازی جلوی پرتغال که موقعیتاش خیلی بیشتر از بازی با ایران بود. در صورت مراکش رفته بیرون، ولی که فراموش نکن که بازی آخر اونا جلو اسپانیا وقتی که دارن برای غرور ملی بازی میکنن و وقتی که تیم‌ها برای غرور بازی میکنن یه مقدار خطرناک‌تر میشن، دیگه چیزی از دست ندارن. بنابراین اسپانیا روز آخر هم کار آسونی نخواهد داشت. مراکش میخواست که میزبان جام جهانی 2026 بشه، اون رو از دست داد و حالا دوباره شاه مراکش از فدراسیون فوتبالشون خواسته که برای جام جهانی 2030 هم پیشنهاد میزبانی بدن. نشون میده که این کشور چقدر جدیه در مورد فوتبالش. اما بذار باز هم راجع به ایران صحبت بکنیم. تماشاگرای اینجا واقعا یه جو استثنایی رو به وجود آوردن. من میبینم پرچم‌های استقلال، تراکتورسازی، صنعت نفت آبادان، پرسپولیس، از سیرجان اومدن، از علی‌آباد کتول، استان گلستان، بعضی از گنبد اومدن، طرفدارای سردار آزمون که یکی از محبوب‌ترین بازیکن‌هاییه که اینجا تو این استادیوم امشب به میدان میرن، اگر که البته در ترکیب اصلی قرار بگیره. ولی خب جو کاملا به نفع ایرانه و این جو شاید که بتونه اون 10% 15% فاصله بین بازیکن‌های ایران و اسپانیا رو تا اندازه‌ای جبران بکنه. و پوریا، راجع به ترکیب هم صحبت کردیم، میدونیم که چشمی به خاطر مصدومیت در بازی نخواهد بود. آیا میدونیم که کیروش میخواد چه تغییراتی در تیم بده؟ مشخصا بعد جای روزبه چشمی پر بشه. این جزء بازیکنایی بود که کارلس کیروش خیلی روش سرمایه گذاری کرده بود، به نحوی با کل رسانه‌های ایران درگیر شد که چرا می‌خواد این بازیکنو بیاره در تیم ملی و در یک همچین مقطعی وارد تیم ملی بکنه، در جام جهانی بازی بکنه. چشمی نشون داد جلوی مراکش که بازیکن با آینده هستش. فکر می‌کنم حتی اگه کارلس کیروش بعد از جام جهانی ایران ترک بکنه، باز هم چشمی جزء تیم ملیه و شاید در جام ملت‌ها بازی بکنه. ولی همونطور که گفتی، سوال مهم اینه که چه کسی جایگزین او خواهد شد. پژمان منتظری مشخصا به خاطر تجربه‌ای که در جام جهانی 2014 داره میتونه یکی از گزینه‌های اصلی باشه، اما از طرف دیگه سرعت، مهار کردن سرعت بازیکن‌های اسپانیا یک داستان دیگه‌ایه. اگر که خط هافبک ایران رو رد بکنن و به دفاع برسن، فوق‌العاده میتونن خطرناک باشن و اونجاست که نیروی جوانی شاید بیشتر از تجربه مهم باشه تو این بازی.